برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از نهادهای بین‌المللی مرتبط با صلح و امنیت جهانی خواست تا برای انجام تحقیقات شفاف با ارائه اسناد و شواهدی که ارتش اسرائیل را به قتل علیه روزنامه‌نگاران در غزه محکوم می‌کند اقدام فوری نماید. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، این درخواست از سوی این سازمان در نامه‌ای به مناسبت دوم نوامبر روز جهانی امنیت خبرنگاران و اصحاب رسانه ارسال شده است، در حالی که آمارهای حقوق بشری حاکی از کشته شدن 38 روزنامه‌نگار در جنگ جاری در غزه طی چند روز گذشته داشته است. نمایندگان 8 کشور و اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک از طالبان خواستند که فوراً محدودیت بر دسترسی به آموزش را لغو کند. این بیانیه در پایان نشستی در روم از سوی نمایندگان و فرستادگان ویژه کانادا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ناروی، بریتانیا و ایالات متحده صادر شده است. این نشست چندی پیش برگزار شده، اما بیانیه آن دیروز همگانی شده است. نمایندگان این کشورها نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان قویاً ابراز نگرانی کردند. چین، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری پیشرفته برای مقابله با خطرات ناشی از هوش مصنوعی توافق کردند. آسوشیتد پرس گزارش داده که این توافق روز چهارشنبه 1 نوامبر در نشستی در بریتانیا حاصل شده است. بر اساس گزارش، این اولین بار است که کشورهای توسعه یافته در زمینه فناوری بر سر همکاری به هدف جلوگیری از خطرات هوش مصنوعی بیانیه مشترک صادر می‌کنند. کارگروه آموزشی رسانه‌ای با عنوان رسانه‌های دیجیتال معاصر، ابزارها و کاربردها در مرکز مطالعات راهبردی النجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر نجف اشرف برگزار شد. این کارگاه آموزشی با تدریس جلال الحلفی همراه بود که به بررسی تعدادی از موضوعات و محورهای رسانه در رسانه‌های دیجیتال معاصر از جمله معرفی رسانه‌های جدید، مهمترین تفاوت رسانه دیجیتال و سنتی، انواع رسانه‌های دیجیتال، مزایا و فواید رسانه‌های دیجیتال، مهمترین چالش‌ها در رسانه‌های دیجیتال، کاربردهای رسانه‌های دیجیتال و تخصص‌های فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های رسانه پرداخت. همچنین این مراکز همایشی ادبی با موضوعات خوانشی در ادبیات عرب، ابعاد، تأثیر و نتایج با حضور اساتید ادبیات عرب دکتر سعید عدنان المهنه برگزار کرد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.6 ریشتر ایالت سوماترای شمالی اندونزی را لرزاند. مرکز لرزنگاری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای از وقوع زلزله 6.6 ریشتری در 250 کیلومتری جنوب شهر سینابانگ در سوماترای شمالی خبر داد. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داد. هنوز گزارشی درباره خسارات و تلفات احتمالی این زلزله گزارش نشده است. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق شیرازی در شهر مزار شریف کشور افغانستان در ادامه فعالیت‌های خیریه خود اقدام به ذبح چند رأس گوسفند کرد. این اقدام به نیت سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف انجام شد و گوشت حاصل از آن به دست ده‌ها خانواده یتیم و نیازمند شهر مزار شریف رسید. این 30 مرحله از پروژه توزیع گوشت قربانی توسط این دفتر در میان نیازمندان است. یک مطالعه جدید نشان داده است که در افراد بالای 60 سال کاهش خواب عمیق به میزان 1% در سال با افزایش 27% خطر ابتلا به زوال عقل همراه است.
یافته‌ها نشان می‌دهد که تقویت یا حفظ خواب عمیق ممکن است راهی برای جلوگیری از این بیماری باشد. خواب عمیق معمولاً بین 70 تا 90 دقیقه طول می‌کشد و در اولین ساعات شب رخ می‌دهد.